یکی دیگه از روش های تولید ولتاژ استفاده از در واقع الکتریسته حاصل از فشار ببین ما به طور کلی توی طبیعت موادی رو داریم توی بازار توی صنعت موادی رو داریم که این مواد رو اگر من بیام فشارشون بدم عملا باعث میشه یه مقداری الکترون داخل این مواد حرکت بکنه از یه قسمت این ماده الکترون بره یه قسمت دیگه متراکمش بشه اصطلاحا میگیم چگالی الکترون ها تو این ماده داره تغییر میکنه یعنی وقتی من فشارش میدم این ماده رو الکترون ها از یه جایی کوچ میکنن میرن یه قسمت دیگه میمونن آه؟ پس بنابراین اتفاقی که میفته اینه الکترون این قسمت. این قسمت که الکترونش کوچ کرد رفت این قسمت یعنی الکترون از دست داد میشه مثبت این قسمت میشه منفی این یعنی چی این یعنی تولید ولتاش تولید نیروی محرکه تولید اختلاف پتانسیل به همین راحتی این مواد اسمشون چیه تو، توی طبیعت به اینا میگیم مواد پیزوالکتریک موادین یعنی که فشارشون میدیم اینا چی میشن اینا وقتی فشارشون میدیم الکتریسیته تولید میکنه اوکی؟ خیلی جاهام استفاده میشه و کاربرد داره توی سنسورها مواد پیزوالکتریک رو خیلی میبینی. یه سری یعنی سنسورهایی داریم که اتفاقا به واسطه خاصیت پیزو الکتریک برای ما یک حسی، یک سنسی ایجاد میکنن یک چیزی رو تشخیص میده وجود یا عدم وجود یک چیزی رو تشخیص میده وجود یا عدم وجود فشار رو تشخیص میده من اگر بخوام ببینم الان فشار داریم یا نداریم توی سیستم کافیه بیام یه ماده پیزو الکتریک بذارم اگه فشار بود تغییر فشار باعث تغییر اختلاق. در واقع بار الکتریکی میشه تغییر الکترون ها میشه تغییر الکترون یعنی ایجاد ولتاژ پس اگه ولتاژ تولید شد یعنی فشار وارد شده دیگه ها پس فشار هست اگه فشار برداشته شد ولتاژ قطع میشه چرا چون الکترون ها مجددا رفته از اونجایی که رفته بودن جمع شده بودن دور هم داشتن غیبت میکردن از اونجا شروع میکنن میرن کجا میرن سر جای خودشون پس اینجوری شد اگر اگر فشار بدیم ماده پیزو الکتریکا الکترون ها از یه جایی کوچ میکنن میرن خونه همسایه بغلی شروع میکنن غیبت کردن اختلاف الکترون به وجود میاد اختلاف الکترون یعنی اختلاف بار الکتریکی اختلاف بار الکتریکی یعنی اختلاف پتانسیل اختلاف پتانسیل یعنی ولتاژ اگر فشار رو برداریم یعنی اینکه آقا غیبت بسه برگردین سر جاتون الکترون ها مجدد برمیگردن سر جاشون وقتی برگشتن سر جاشون اتفاقی که میفته اینه که ولتاژ قطع میشه من با استفاده از این خاصیت توی سنسورها میتونم وجود فشار یا عدم در واقع فشار رو چیکار بکنم تشخیص بدن اوکی این ماده رو بهش میگن پیزو الکتریک اوکی بیا تو تصویر خیلی قشنگه این انیمیشن رو نگاه کن دستمون رو گذاشتیم البته با دست قاعدتا خیلی ولتاژ کمی تولید میشه ولی این انیمیشن دیگه برای فهم بهتره دستمون رو که میذاریم این الکترون ها متراکم میشن میبینی چگالی الکترون ها به هم میخوره و از جایی که فشار وارد شده شروع میکنه این الکترون ها اومدن و میاد از طریق این سیم وارد مصرف کننده میشه و از طریق مصرف کننده میبینی اینجا توی مدار جاری میشه این جاری شدن الکترون یعنی ایجاد جریان الکتریکی ایجاد جریان الکتریکی یعنی حمل انرژی توسط الکترون ها حمل انرژی توسط الکترون ها در مدار یعنی جریان الکتریکی جریان الکتریکی وقتی در مدار اتفاق بیفته یعنی چی یعنی انرژی الکتریکی داره چیکار میکنه توی مدار تبدیل میشه راجع به صحبت میکنم نمیخوام علامت سوال ایجاد بشه بریم جلوتر راجع به تبدیل انرژی الکتریکی صحبت میکنم پس این رو در نظر داشته باش با ایجاد فشار ولتاژ تولید میشه خب اینجا یه جمله نوشتم خیلی قشنگه هنگامی که به بعضی از اجسام فشار وارد میکنیم الکترون های آنها در جهت نیرو از مدار خارج میشه و از یک طرف جسم حرکت نموده و در طرف دیگر جمع میشن این گونه است که در دو طرف جسم اختلاف بار الکتریکی به وجود میاد هنگامی که فشار برداشته میشه یعنی آقا غیبت بسه الکترون ها برگردن سر جاشون برمیگردن سر جاشون و عملا به منزله اینه که چی شده؟ فشار برداشته شده اوکی؟ به اثر فشار خوب گوش کن به اثر فشار برای تولید ولتاژ میگیم اثر پیزو الکتریک جانم به این پیزو الکتریک خیلی پرکار بریم سراغ مبحث بعد